در خونه اهل بیت اهل شکر باش، یاد بگیر در خونه اهل بیت توکلی نباش. اگه یه روزی رفتی حرم امام حسین گریه داشتی بگو الحمدلله، اگه یه روزی گریه نداشتی بگو الحمدلله، هرچی بهت دادن بگو همه خوبه. فقط هی از آقا بخواه، هی التماس کن بگو آقا سوز این غم رو از من نگیر، بذار من برات بسوزم. به آقا بگو، بگو دردیست مرا بی تو که درمان نپذیرد، درمان من این است که بیمار تو باشم. شب هشتمه دیگه آبم بستن، از دیشب آبم قطع کردن، خیمه های امام حسین شب ها جلدم. فتقدم نهر القوم، اومد مقابل لشکر، فقاتل قتالا شدیدا، جنگ نمایانی کرد و قتل جمعا کثیرا، خیلی ها رو به درک واصل کرد. ثم رجع الی ابی، از وسط میدان برگشت پیش امام حسین، صدا زد یا ابا الاتش و قد قتلنی، زمزمه کن دیگه من بهت نگم ناله داشته باش. و ثقل الحدید قد اجهدنی، بابا سنگینی این زره منو خسته کرد، فهل الی شربت من الماء سبیلون، یه جرعه آب هست. فبک الحسین علیه السلام، آقا شروع کرد های های گریه کردن. فقال وا غوثا یا بنی قاتل قلیلا، پسرم یه ذره دیگه بجنگ. فما اسرع ما تلقا جدک محمد، خیلی زود پیغمبر رو ملاقات میکنی. فیسقی که به کأسه الاوفا شربتا لا تدمع و بعدها ابدا، پیغمبر چنان تو رو سیراب میکنه، یه آب گوارایی به تو میده هیچ وقت تشنه نمیشه. فرجع الی موقف النزال، برگشت به میدان جنگ. و قاتل اعظم القتال، پدرش نگاه میکرد هی زیر لب میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، الله اکبر. بعد راوی میگه فرماه منقذ ابن مرت العبدی لعنه الله به سهم، فسرعه اون ملعون یه تیری به سمت علی اکبر روانه کرد، علی از حال رفت، فقط یه صدا ازش شنیده شد یا ابتا علیک السلام، بابا خدا حافظ، هادا جدی یقره و که سلام، بابا پیغمبر به تو سلام میرسونه. و یقول لک عجل القدوم علینا، پیغمبر میگه حسین عجله کن، حسین بیا، این جای اتفاقی افتاد. فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، همین جور که روی گردن اسب افتاده بود، دست دور گردن اسب حلقه کرده بود، خون جلو چشمای اسب رو گرفت، اسب راه رو اشتباه، فاحتواه القوم، یعنی دورش رو گرفتن، دورش گردن، فقط توه و اسیافه مربن اروا.
علی رو ریز ریز کردن. ثم شهق شهقتا فمات. قبل از اینکه امام حسین برسه بالای سرش، روح مطهرش به اعلی علیین پرواز کرد. فجاء الحسین، آقا امام حسین آمد. حتی وقف علی، بالای سرش ایستاد. راوی میگه یه وقت دیدم نشست و وضع خده و لا خده، صورت به صورت علی گذاشت و قال قتل الله قوما قتلوك ما اجراهم على الله و على انتهاك حرمت الرسول. علی بعد از شهادت تو حرمت من هتک شد. یعنی بعد از شهادت تو راه چشم ها به خیمه های من باز شد. بعد از عباس نگاه کردن به پردگیان حرم آزاد شد. بعد صدا زد علی الدنیا بعد کلفا، علی بعد از تو خاک بر سر این دنیا. بعد راوی میگه و خرجت زینب و بنت علی، میگه دیدم زینب از خیمه ها بیرون اومد، به سر و صورت میزد. زینب سلام الله علیها چی میگفت؟ تنادی یا حبیبا، ای عزیز دلم، یبن اخا، ای پسر برادرم. و جاعت فاکبت علی، اومد خودش رو به روی این بدن ریز ریز انداخت. فجاء الحسین فاخذها و ردها الی الفسطاط. آقا امام حسین اومد زیر بغلهای خواهر رو گرفت، به خیمه ها برگردون. راوی میگه یه وقت نگاه کردم دیدم ثم اقبل علی فتیانه، برگشت سمت خیمه ها، همون جوری که ایستاده بود صدا زد یا فتیت بنی هاشم احملو اخاکم. آی جوون آی بنی هاشم، بیای بیای علی رو برده. Yeah.